در طول چهاردهه گذشته پروژه های هوایی زیادی در ایران تعریف شده از ساخت بالگردها و هواپیماهای ملخی گرفته تا جت های جنگنده با نقش های عملیاتی مختلف اما شاید برای شما همین سال پیش اومده باشه که چرا اکثر این پروژه ها وارد چرخه تولید انبوه نمیشن و یا حتی به نتیجه دلخواه نرسیده و ناتمام باقی میمونن بدون شک یکی از مهمترین و حیاتی ترین بخش های یک هواگرد قلب تپنده اون یعنی موتوره. البته تامین موتورهای هوایی همواره برای ایران دردسر ساز بوده و هست اگرچه ایران تونسته در زمینه ی موتورهای پیستونی تا حد زیادی نیاز خودش رو برآورده کنه اما در بحث موتورهای جت همچنان کمبود احساس میشه یکی از چالش برانگیز پیشرانهای مورد استفاده در انواع هواگردهای سرنشیندار موتورهای توربینی و جت هستند که انواع مختلفی هم دارند به طور کلی اساس کار این موتورها تقریبا یکسانه در ابتدا هوای وارد شده به موتور توسط کمپرسور فشرده شده و در محفظه احتراق با سوخت پاشیده شده ترکیب میشه سپس در این بخش احتراق صورت میگیره و در مرحله آخر این هوای داغ و فشرده توربین رو به حرکت در آورده و به نیروی پیشران یا تراست تبدیل میکنه. همونطور که اشاره شد ایران مشکلات زیادی در تامین این نوع پیشرانه ها داشته و به این دلیل پروژه های هوانوردی زیادی هم به مشکلات اساسی برخوردند از شفق و برهان گرفته تا حتی پروژه کوسر 88 یا همون یاسین که اخیرا تست پرواز نمونه معیار تورین اون هم انجام شد. با همه اینها ایران تصمیم جدی به توسعه داخلی موتورهای جت گرفت و اولین موتور جنگنده خود رو در تاریخ 31 مرداد ماه سال 95 مصادف با روز صنعت دفاعی با حضور رئیس جمهور وقت رونمایی کرد. موتوری که اوج نامیده شد. اوج یک موتور از نوع توربوجت که بر مبنای موتور آمریکایی J85 ساخته شده و میتونه یک ارنده 10 تونی رو تا ارتفاع 50 هزار پایی بالا ببره. این موتور که در جنگنده های F5 ارتش هم استفاده شده، توانه ایجاد 3500 پوند رانش در حالت بدون پس‌سوز رو داره که نسبت به وزنی که داره عدد قابل توجهیه اما این موتور دارای شاخصه های هم هست که اون رو تا حدودی خاص میکنه گفتیم که موتورهای جت همگی از یک هسته بهره میبرند علاوه بر توربو جت ها که مدل پایه موتورهای جت هستند انواع دیگری مثل توربو ها توربو پراپ و توربو شفت وجود دارند که هر کدوم ویژگی های خاص خودشونو دارن موتورهای توربوفن همون توربوجت هایی هستند که عمده تفاوت اونها در داشتن فنه فن مقدار زیادی از هوا رو مکیده بخشی رو وارد محفظه احتراق میکنه و بخش دیگه در انتهای موتور با گاز خروجی ترکیب شده و بایپس ایجاد میکنند در حالت کلی فنگ ها حرارت و مصرف سوخت کمتری هم دارند و در عوض نیروی رانش بیشتری هم تولید می کنن. نوع دیگر یعنی توربو و پراپا هم به جای داشتن فن از ملخ استفاده می کنن که بیشتر رانش توسط این بخش تولید میشه توربو پراپ ها در سرعت های پایین مصرف بهینه تری نسبت به توربو فن ها دارن و در نهایت توربو شفت که معمولا برای بالگردها ها استفاده میشن این نوع موتور ها همونطور که از اسمشون پیداست با کمک یک شفت که در نهایت به گیربکس ملخ متصل میشه بالگرد رو به حرکت در می در واقع به دلیل اشتراکاتی که میان موتورهای جت توربینی وجود داره میشه با کمی تغییر اونها رو اصلاح کرد و از پتانسیلشون در نقش انواع دیگر موتورها از قبیل توربوفن یا توربو استفاده کرد به عنوان مثال موتورهای تیویسه ساخت روسیه هم به صورت توربو و هم به صورت توربو پراپ استفاده میشن یا حتی برای موتور توربوجت J85 ساخت جنرال الکتریک یک نسخه توربوفن کار شده بود که عملکرد اون رو به صورت چشمگیری افزایش میداد این قضیه جایی جالب میشه که ایران هم با توجه به تجربه دیگران در حال توسعه یک نسخه توربوفن از توربوجت بومی خود یعنی اوج هست ماکت این موتور در یازدهمین نمایشگاه هوافضا در کیش نمایش داده شد که البته زیاد مورد توجه واقع نشد در صورت موفقیت این پروژه میشه شاهد افزایش عملکرد قابل توجه این موتور نسبت به نسخه توربوجت بود که باعث تحول شگرفی در صنعت هوایی ایران میشه با توجه به توربوفن بودن مصرف سوخت بسیار کم شده و یک موتور با مشخصات قابل قبول و مناسب نیازهای کنونی ساخته خواهد شد. این موتور مثل یک آچار فرانسه میتونه بسیار پرکار برد باشه. از استفاده در جنگنده های تنبینی و رزمی سبک همانند یاسین گرفته تا پهپادهای سنگین در کلاس های مختلف. حتی میشه با تولید یک نسخه غیر نظامی از این موتور در هواپیماهای مسافربری سبک هم استفاده کرد. برای این مثال موتورهایی از همین نوع روی فالکن بیست های ایران نصب هستند البته گزینه های دیگه هم برای استفاده وجود داره و میشه با هزینه بسیار کم نسخه توب شفت این موتور رو هم ساخت تا یک موتور قدرتمند برای بالگرد ها داشته باشیم مثلا موتور t 73 ساخت شرکت پرتنویتنی از یک موتور همکلاس اوج ساخته شده که مناسب بکارگیری در بالگردهای ترابری سنگینه. یکی از چالش های اصلی در تبدیل موتورها حفظ عمل کرد و قابلیت اطمینان موتور در حین انجام این تغییرات. مهندسان باید به دقت جنبه های آیرودینامیک، ترمودینامیک و مکانیکی موتور را تجزیه و تحلیل کنند تا اطمینان حاصل کنند که موتور در پیکربندی جدید هم به طور موثر و البته ایمن فعالیت میکنه علاوه بر این حفظ عملکرد مناسب موتور هم بسیار مهمه و موتور تبدیل شده باید تحت آزمایش های دقیق و فرایند صدور گواهینامه قرار بگیره تا استانداردهای های هوانوردی رو برآورده کنه و عمل کرده اون در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفته و میزان اطمینان پذیری اون تعیین و تایید بشه مطمئنا تولید پیشرانه های مانند اوج و جهش 700 باعث کسب تجربه های زیادی برای متخصصان و صنعت دفاعی ایران شده اما کسب این تجارب نباید متوقف بشن و همواره باید به سمت تحقیق و توسعه بیشتر پیش بره صنعت ساخت موتورهای هوایی یکی از کلیدی ترین صنایع هوافضایی هستند و اینها همه عاملی خواهند بود تا ایران در آینده خود اتکایی بیشتری داشته باشه و وابستگی به تعمیر کنندگان خارجی به حد ترین حالت ممکن برسه در مجموع این حرکت نه تنها یک ضرورت استراتژیک برای صنعت هوانوردی ایرانه بلکه پیامدهای گسترده ای در اقتصاد امنیت ملی و مشارکتهای های بین المللی داره با ادامه سرمایه گذاری در این حوزه حیاتی ایران ضمن ایجاد فرصت های شغلی جدید جایگاه خودش رو به عنوان یک بازیگر کلیدی در منطقه تثبیت میکنه.